که روز گذشته در برخی محلات تهران از جمله شهرک باقری و اکباتان مردم مجدداً به سر دادن شعارهای سیاسی اقدام کردند، علاوه بر این در حافظیه شیراز نیز مردم به سر دادن شعارهای سیاسی علیه حکومت پرداختند. در این میان مقاومت مدنی مردم در مقابل حجاب همچنان ادامه دارد و حکومت نیز در مسیر برخورد مجازات گونه با افراد غیر محجبه است. در این میان تلاش ها برای وضع جریمه های سنگین برای بی‌حجاب ها همچنان ادامه دارد، در حالی که با فرارسیدن نوروز و گرمتر شدن هوا عملاً پوشش مردم هم به ویژه در تهران به کلی تغییر کرده و بسیاری از زنان و دختران نه تنها روسری ندارند، بلکه در پوشش خود نیز ملاحظات پیشین را رعایت نمی کنند. تهدیدها در خصوص برخورد با بی‌حجابی نیز همچنان رو به افزایش است. حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر جزئیات جدیدی درباره جرائم مالی در طرح عفاف و حجاب را رسانه‌ای کرده است. وی با بیان اینکه مسئله برخورد با بی‌حجابی در 300 جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی شده گفت: عفاف و حجاب عملی خواهد شد و حجاب بهتر از گذشته خواهد شد. وی تصریح کرده است که 7 گروه هدف هستند که این گروه ها شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران ها، ادارات و سازمان های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه ها، فرودگاه ها و ترمینال ها، فضای مجازی سلبریتی ها و کف خیابان و معابر هستند. وی گفته است برای هر 7 گروه مجازات هایی دیده شده و طرح به رهبر قوه قضاییه و فرهنگ عمومی نیز ارائه شده است. جلالی این طرح را کاملا هوشمند عنوان کرده و با بیان این موضوع که در این طرح هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد تاکید کرده که مجازات ها بر اساس این طرح بر مبنای جرائم مالی قرار دارد که از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان است. وی ابطال گواهی نامه رانندگی، ابطال پاسپورت در سلبریتی ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند و ممنوعیت استفاده از اینترنت را جزء این مجازات ها اعلام کرده است. این نماینده مجلس همچنین گفته که دولت باید 1-2 هفته آینده لایحه بیاورد و آن را تصویب و ابلاغ کند. این فشارها و تهدیدها در حالی انجام می شود که در بسیاری از شهرهای ایران دیگر حجاب به معنای متعارف در بسیاری از مناطق وجود ندارد. ضمن اینکه همان گونه که پیش از این توسط گروه‌های تندرو ابراز نگرانی شده بود، حذف حجاب در شهرهای ایران و به ویژه تهران به برداشتن روسری ختم نشده است و با شروع سال جدید لباس‌ها و پوشش‌ها نیز آزادتر از قبل شده. به نظر می‌رسد که با گرم‌تر شدن هوا، حذف پوشش زنان و دختران نیز بیشتر خواهد شد. برخی تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که ادامه این وضعیت موجب برخورد شدیدتر نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی خواهد شد. در این حال برخی نیز با ابراز نگرانی از واکنش گروه‌های آتش به اختیار تاکید دارند که ادامه این وضعیت موجب خواهد شد تا این گروه‌ها به صورت سرخود اقدامات خشونتبار علیه افراد بی‌حجاب مرتکب شوند. بسیاری معتقدند که وضعیت جامعه ایران از نظر پوشش هیچگاه به وضعیت قبلی باز نخواهد گشت و جامعه و نظام حکمرانی باید خود را برای شرایط جدی آماده کند و در صورت تداوم خشونت ماموران حتما به افزایش درگیری‌های خیابانی خواهد انجامید. در حالی که اخبار جدیدی در مورد ملاقات‌های وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در ماه جاری منتشر شده و حتی گفته شده که یک هواپیمای سعودی در تهران به زمین نشسته و این اخبار بهبودی رابطه ایران و عربستان و اقدامات جدی برای مذاکره بین دو کشور برای برخی این توهم را ایجاد کرده که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد روابط منطقه‌ای خود را بهبود بخشد، گزارش‌ها حاکی از اقدامات ایزایی و حملات نظامی گروه‌های شبه نظامی ایران در سوریه نسبت به مواضع آمریکا در سوریه است. گرچه این حملات همیشه توسط جمهوری اسلامی نسبت به مواضع آمریکا در سوریه انجام می‌شده، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در این خصوص معتقدند که جمهوری اسلامی این اقدامات را در روزهای اخیر با هدف خاصی انجام می‌دهد. برخی تحلیلگران سیاسی
معتقدند که برخوردهای ایران و آمریکا در سوریه بیشتر به این دلیل انجام شده که جمهوری اسلامی با بهبود روابط بین ایران و عربستان در تلاش است تا این پیام را به آمریکا بدهد که با وجود تلاش‌های ایران در رابطه با بهبود روابط در منطقه، اما جمهوری اسلامی قصد ندارد که نفوذ منطقه‌ای خود را کاهش دهد. قربان اوغلی، دیپلمات پیشین ایران، در این خصوص معتقد است که بعد از توافق ایران به عربستان، ایران می‌خواهد به رقبای منطقه‌ای و آمریکایی‌ها نشان دهد که درست است نرمشی در سیاست خارجی مانند عربستان رخ داده، اما این نرمش به این معنا نیست که بخواهد نفوذ منطقه‌ای خود را کنار بگذارد یا به تعبیری برجام دو را اجرا کند. به گفته قربان اوغلی، تصور آمریکا این است که ایران می‌خواهد یک کریدور درست کند که از ایران به سمت نیروهای نیابتی در لبنان می‌رسد و کمک تسلیحاتی را گسترش دهد و با توجه به اینکه مایل نیستند که این کریدور شکل بگیرد، حملات آمریکا هم علیه مواضع ایران در سوریه تشدید شده است. به گفته این دیپلمات پیشین، اگر این کار صورت بگیرد، ایران می‌تواند تهدید جدی‌تری برای اسرائیل باشد. به همچنین دلیل برخورد آمریکا را ادامه تلاش‌های آمریکا برای حضور در منطقه می‌داند. جمهوری اسلامی ایران سال هاست که انجام اقدامات ایزایی در منطقه، به ویژه در لبنان، سوریه و عراق را به بخشی از اقدامات خود برای حفظ قدرت و اقتدار خود در منطقه تبدیل کرده. اما در حقیقت با ایجاد این ناامنی ها در منطقه، عملا جمهوری اسلامی را به کشوری تبدیل کرده که مدام در حال ایجاد تنش و ناامنی در منطقه است و مانع از عادی بودن شرایط سیاسی و دفاعی در منطقه می شود. به ویژه جمهوری اسلامی با تهدید دائمی اسرائیل عملاً به کشوری تبدیل شده که با هر گونه اقدام دفاعی و سیاسی آن به این دلیل که تهدید برای اسرائیل است باید مخالفت شود و در مقابل آن مقاومت و ایستادگی شود. جمهوری اسلامی هیچگاه این موضوع را نپذیرفته که با این اقدامات خود در منطقه ایجاد ناامنی می کند، بلکه برعکس تاکید دارد که اقدامات نظام جمهوری اسلامی در منطقه موجب ایجاد امنیت شده است. اما واقعیت این است که ایجاد درگیری و تنش دائمی توسط جمهوری اسلامی از برخورد عادی دیگر کشورها و حتی کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی متعادل جلوگیری می کند و همواره دیگر کشورها و کشورهای منطقه را به موضع‌گیری علیه جمهوری اسلامی ترغیب کرده است. نگرانی ها درباره چالش ها و بحران های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در سال 1402 همچنان ادامه دارد. جواد امام، فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی، با بیان این موضوع که یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی ایران در سال آینده ناکارآمدی سیستم خواهد بود، شرایط موجود را شرایط بسیار جدی و خاصی عنوان کرد. وی با بیان این موضوع که چالش‌های متنوعی پیش روی کشور خواهد بود، بحث‌های اجتماعی و اقتصادی را مهمترین چالش کشور عنوان کرده و تاکید دارد که این چالش‌ها به مطالباتی برمی‌گردد که از قبل در جامعه وجود داشته و به نوعی بی‌پاسخ مانده است. به اعتراضات سال 1401 را یک نمونه از این مطالبات بی‌پاسخ عنوان کرد و اظهار داشت این مطالبات پیش از این بی‌پاسخ مانده و منجر به اعتراضات اخیر شده است. به افزود با توجه به شرایط کشور و جامعه، این مطالبات در سال 1402 نمود جدی تری پیدا می کند. امام افزود در بحث حجاب با توجه به فضایی که امروز وجود دارد، جامعه این فضا را تحمل نکرده. به تصریح کرد عملاً به جای کار فرهنگی همه در حال تهدید و در صدد برخورد هستند. امام مهمترین چالش جدی کشور را ناکارآمدی دانست و تاکید کرد وضعیت فعلی آتش زیر خاکستر است و به چالش‌های جدی‌تری در ابعاد متنوع‌تر منجر می‌شود. او گفت تنها با حل مشکلات منطقه‌ای نمی‌توان بهبودی در سایر حوزه‌ها، خصوصاً منازعات داخلی داشت و گشایشی در وضعیت اقتصادی ایجاد کرد. به شرط جمهوری را تن دادن به خواسته اکثریت دانست.
روز شنبه تورنتو شاهد دو همایش بود. همایش نخست با عنوان همبستگی پلی به سوی آزادی با حضور چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی از سوی سازمان تیرگان در شهر تورنتو کانادا برگزار شد. این همایش با حضور خبرنگاران و تعدادی از نمایندگان ایرانی تبار پارلمان‌های غربی از جمله سوئد و آلمان برگزار شد و در این نشست بر لزوم تلاش برای تقویت اتحاد و همبستگی، تکثر و موکول کردن اختلاف نظرها به پس از رسیدن به آزادی و به ثمر رسیدن جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی تاکید شد. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست از صندوق رأی و افکار عمومی به عنوان تعهد مشترک این گروه نام برد و با اشاره به تشکیل کارگروه‌های ویژه برای بررسی موضوعات مختلف اقتصادی و محیط زیستی گفت: هدف ما این است که اطمینان بدهیم که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خلأ ایجاد نمی‌شود، ایران سوریه نمی‌شود. وی افزود مهمترین عامل فشار بر جمهوری اسلامی اعتصاب در داخل ایران است. همچنین عصر شنبه شاهزاده رضا پهلوی در نشست دیگری با عنوان اتحاد ملی ایرانیان که با حضور مردم تورنتو و مقامات سیاسی کانادا برگزار شد، طی سخنانی در میان تشویق حاضران با بغض گفت: امیدوارم این آخرین نوروز در تبعید باشد و ما ایرانیان بتوانیم در کشور خودمان آزادی را جشن بگیریم. او تاکید کرد راه رسیدن به آزادی در ایران از مسیر اتحاد و تکثرگرایی می‌گذرد. وی افزود: قلب ما با زندانیان سیاسی و جوانان کردستان، بلوچستان و سایر نقاط کشور است که برای آزادی ایران می‌جنگند. بگذارید به رنگین کمان کیان پیرفلک و به آرزوهای توماج صالحی برسیم. نگذاریم خون نیکاها به هدر برود. همصدایی و اتحاد به مردم ایران برای ادامه مبارزه امید می‌دهد. وی گفت: ما در طول تاریخ بهای زیادی پرداخته ایم و اکنون زمان آن رسیده که بهره آن را بگیریم. این بر عهده ماست که در یک کشور 85 میلیون نفری بتوانیم زیر یک سقف با اندیشه‌های مختلف همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. به یفسود: یاد بگیریم که تنها مدافع افکار خودمان نباشیم، بلکه مدافع افکار مخالف خودمان هم باشیم، وگرنه به آن دموکراسی که میگوییم نخواهیم رسید. نترسیم از چیزی که صندوق رأی تعیین خواهد کرد و بدانیم اگر اکثریتی رأی بیاورد، قانون کشور حق اقلیت را تضمین خواهد کرد. وی در پایان نتیجه گیری کرد که ما به موقع خواهیم توانست اختلاف نظرهایمان را بیان کنیم، ولی آن برای زمانی است که بتوانیم آزادی را به دست بیاوریم. ما هنوز آزاد نشده ایم و برای رسیدن به آزادی یک چاره بیشتر نداریم و آن همبستگی است. هوای همدیگر را داشته باشیم و بگذارید به رنگین کمان کیان برسیم. حضور شاهزاده رضا پهلوی و واکنش مردم در این همایش ها موقعیت متفاوت وی را به ناظران سیاسی بار دیگر نشان داد و این خود گواه این است که وی توان بسیج جدیدی یافته است و تاکید متفاوت وی بر کار کمیسیون ها و کارگروه های متفاوت علمی برای بررسی موضوعات دوره انتقال نقطه اطمینان بخشی است برای نخبگان و مردم که از خلأ قدرت و سوریه‌ای شدن وضع دچار هراس می شوند. توجه به این دغدغه ها موقعیت شاهزاده رضا پهلوی را در سپهر سیاسی ایران استحکام جدیدی بخشیده است. بحران سیاسی در اسرائیل در حال تزاید است. یک روز پس از آنکه گالاند، وزیر دفاع و عضو حزب لیکود، خواهان تعویق قانونگذاری اصلاح نظام غذایی از سوی دولت شد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یوآف گالاند وزیر دفاع را از کار برکنار کرد. یوآف گالاند وزیر برکنار شده در پاسخ به برکناری خود در توییتی گفت: امنیت کشور اسرائیل همیشه ماموریت اصلی زندگی من بوده و همیشه خواهد بود. این در حالی است که غروب شنبه صدها هزار نفر از مردم اسرائیل برای 12th هفته متوالی در اعتراضات عظیم علیه طرح‌های بنیادین دولت برای اصلاح نظام غذایی در راهپیمایی حضور یافتند. برگزار کنندگان اعتراضات مدعی شدند که در کل 630 هزار نفر در راهپیمایی‌ها شرکت داشتند.
یوال نوآ هراری، تاریخ‌شناس مشهور، در راهپیمایی اصلی تل‌آویو سخنرانی کرد و گفت اگر اسرائیل به بحران قانون اساسی درغلتد، کارمندان بخش دولتی و نیروهای نظامی می‌بایست از اوامر دادگاه‌های قوه قضاییه اطاعت کنند، نه از دستورات دولت. به خطاب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفت ما می‌دانیم که تو مسئول همه این رویدادها هستی. تو پیامبر نیستی. مسلماً فرشته نیز نیستی. پس از 2000 سال ما هنوز فرعون را به یاد داریم و تو را نیز به یاد خواهیم داشت. هیچ خیابانی، هیچ میدانی، هیچ فرودگاهی به نام تو نامگذاری نخواهد شد. اما قصه مردی را خواهیم گفت که کوشید ما را به بردگی بکشاند و شکست خورد. ذخیره‌های ارتش که بخش کلیدی فعالیت‌های منظم ارتش از جمله در واحدهای بالا را تشکیل می‌دهند، به طور روزافزونی هشدار دادند که در چارچوب یک اسرائیل غیر دموکراتیک قادر به خدمت نیستند. سربازان ابراز نگرانی کردند که عدم اعتماد بین المللی به استقلال قوه قضاییه آنها را بر سر عملیاتی که دستور آن حین خدمت به ایشان داده شده در مقابل دادگاه‌های بین المللی آسیب پذیر خواهد کرد. نتانیاهو که برای دستیابی مجدد به کرسی صدارت با مرتجع‌ترین جناح‌های سیاسی مذهبی اسرائیل ائتلاف کرده، اینک باید به ناچار رفتارهای افراطی و خطرناک برخی از اعضای کابینه و مؤتلفان خود را نیز تحمل نماید. وی که برای دستیابی به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با کشورهای عرب بسیار تلاش کرد، حالا شاهد بدبینی، بی‌اعتمادی و فاصله گرفتن مجدد برخی از این دولت‌هاست. در این میان روز یکشنبه شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در واکنش به اظهارات اخیر وزیر دارایی اسرائیل به واشنگتن شکایت برده است. شورای همکاری در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواهان مداخله بیشتر واشنگتن برای حل مشکل فلسطین شده است. اخیراً بزالل سموتریچ وزیر دارایی اسرائیل که یکی از مرتجع‌ترین اعضای کابینه است گفته بود چیزی به نام ملت فلسطین وجود ندارد. او فلسطین و فلسطینی ها را یک بدعت سیاسی دانست که کمتر از 100 سال قدمت دارد. او گفته بود آیا یک تاریخ یا فرهنگ فلسطینی وجود دارد؟ خیر، ما فلسطینی نداریم، فقط عرب داریم. در اسرائیل بسیاری از شخصیت های مخالف دولت نگرانند که این نوع رفتارهای افراطی تمام اقدامات انجام شده برای آشتی با کشورهای عرب را نقشه برآب کند. چنانکه درگیری‌های اسرائیلی فلسطینی یک ماه قبل در کرانه باختری اعتراض شدید اردن و نگرانی سایر کشورهای عرب را برانگیخت. به گزارش رویترز در پی سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمینه استقرار سلاح‌های اتمی تاکتیکی در بلاروس، اوکراین روز یکشنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت بین‌الملل برای مقابله با تحریک هسته‌ای روسیه شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه گفت که مسکو قصد دارد تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خود را در کشور همسایه و متحد خود بلاروس مستقر کند. هرچند آقای پوتین گفته که این اقدام ناقض تعهدات کشورش در خصوص منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای محسوب نمی‌شود، با این حال این یکی از آشکارترین تهدیدات هسته‌ای مسکو از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در سال گذشته به حساب می‌آید. رئیس جمهوری روسیه گفت هیچ چیز غیرعادی وجود ندارد. ایالات متحده چندین دهه است که این کار را انجام می‌دهد. آنها مدت‌هاست که سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی خود را در قلمرو متحدان خود مستقر کردند. با این حال کارشناسان میگویند اقدام مسکو اقدامی غیر متعارف است، چرا که این برای اولین بار از اواسط دهه 1990 میلادی بدین سو بوده که روسیه چنین تسلیحاتی را در خارج از کشور خود مستقر میکند. آقای پوتین افزود که با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در این خصوص صحبت کرده و ما توافق کردیم که همین کار را انجام دهیم. وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که اوکراین منتظر اتخاذ تدابیر کارساز توسط انگلیس، چین، آمریکا و فرانسه برای مقابله با تحریک هسته‌ای کرملین است. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده است که کیف منتظر برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی این موضوع است. اوکراین همچنین از گروه 7 و اتحادیه اروپا نیز خواست که بر بلاروس فشار آورده
و این کشور را تهدید کنند که در صورتی که بپذیرد سلاح‌های هسته‌ای روسیه در این کشور مستقر شود با پیامدهای وخیمی روبرو خواهد شد. اما آمریکا امکان استفاده مسکو از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ اوکراین را دست کم گرفت. یکی از مسئولان ارشد در دولت آمریکا گفت دلیلی برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای استراتژیک ما نداریم و هیچ‌گونه نشانه‌ای مبنی بر استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای نیز وجود ندارد. با وجود این ما همچنان به دفاع مشترک از ناتو پایبند هستیم. در نخستین واکنش به سخنان پوتین، سخنگوی ناتو اعلام کرد که اظهارات روسیه درباره سلاح هسته‌ای خطرناک و غیر مسئولانه است و ناتو هوشیار است و همه چیز را زیر نظر دارد. از سوی دیگر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که میزبانی سلاح‌های هسته‌ای روسیه توسط بلاروس اقدامی تنش‌آمیز و غیر مسئولانه است و امنیت اروپا را تهدید می‌کند. تنش میان رژیم جمهوری اسلامی و امریکا، این بار در سوریه. به گفته یه دیدبان حقوق بشر، در پی حمله پهپادی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در شمال شرق سوریه، یک پیمانکار کشته و 5 سرباز امریکایی هم زخمی شدند. حالا بایدن در واشنگتن در نامه‌ای به کنگره امریکا خواهان اقدامات بیشتر برای مقابله با تهدیدات علیه نیروهای امریکایی در منطقه خاورمیانه شده است. خبرگزاری CNN که به بازتاب این رویداد پرداخته می نویسد جو بایدن در نامه‌ای به کنگره نوشته است که گروه‌های شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران در سوریه حملات را علیه نیروهای امریکایی انجام دادند. اشاره او به حمله هفته پیش این نیروهاست. یک حمله پهپادی که منجر به کشته شدن یک پیمانکار امریکایی و زخمی شدن 6 سرباز دیگر شده. آقای بایدن میگوید این حملات جان پرسنل امریکایی و نیروهای متحد امریکا را در معرض تهدید مداوم قرار داده است. در این نامه همچنین آقای بایدن گزارشی را به کنگره ارائه کرده که در آن میگوید به دستور من در 23 مارس نیروهای ایالات متحده در واکنش به این حملات و تهدیدات حملات هدفمندی را علیه تأسیساتی در شرق سوریه انجام دادند. حملات به گروه‌هایی که وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند. در این گزارش اشاره شده که این حملات انبار مهمات و ستادهای فرماندهی این گروه‌ها را هدف قرار داده است. آقای بایدن می‌گوید این حملات تنها با هدف بازدارندگی و دور کردن خطرات و تهدیدات نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی است. آقای بایدن در این نامه به کنگره گفته است که این اقدام و دستور من برابر با مسئولیتم برای محافظت از شهروندان ایالات متحده در داخل و خارج از خاک امریکاست، برای منافع امریکا و امنیت ملی امریکا. او گفته بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به فرمانده کل قوا و رئیس جمهور داده است، من این اقدام را انجام دادم. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که کشورش آماده است تا اقدامات بیشتری را در برابر هر گونه تهدیدی انجام بدهد. CNN از قول پنتاگون میگوید که اقدام متناسب و واکنشی امریکا پس از محدود کردن خطر تشدید تنش و به حداقل رساندن تلفات در پی آن صورت گرفت که یک پهپاد مشکوک ایرانی به تأسیسات پرسنل امریکایی در سوریه حمله کرده و یک پیمانکار امریکایی را کشته و 5 سرباز دیگر را زخمی کرده است. به گفته CNN این حملات احتمالاً تنش میان امریکا و رژیم جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی همسو با او را افزایش می‌دهد، اگرچه تهران همیشه در هدایت حملاتی که انجام می‌دهد دخالت نمی‌کند.